بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که اوضاع و احوال بر وفق مرادتون باشه. امروز چهارشنبه 25 ماه ژوئن و ساعت 4:03 بعد از ظهر وقت واشنگتن هست. من همیشه دوست دارم سر وقت باشم، وقتی 1-2 دقیقه عقب میفتم یک کمی جلو دوستان شرمنده میشم و خودم هم دست پاچه میشم. از این بابت از آقای مطلبی عذر میخوام، ولی ایشون با صبر و حوصله با من وای میسن و همراهی میکنن، از این بابت ممنونم. آقای مطلبی عزیز باز هم خوش آمدید به تلویزیون مردم، تلویزیون خودتون. و امروز تا حالا 3 تا سوال دارم خدمتتون، اگر لطف کنید به اینها پاسخ بدید بعد از سلام و احوال پرسی با بینندگان. سوال اول در مورد بهشت و جهنم هست. چرا ما همیشه فکر میکنیم بهشت آسمون هفتم و اون بالا هست و جهنم قعر زمین و در آتش و اینها؟ یه مقداری در رابطه با این صحبت کنید و آیا بهشت و جهنمی وجود داره یا نه. بعد هر وقت که صحبت شما تموم شد من سوالهای دیگر رو مطرح میکنم. بفرمایید. جناب سوربی و همینطور هموطنان عزیز در هر نقطه این دنیا که تشریف دارن و همزبانان عزیز، باید روز بخیر یا صبح بخیر یا شب بخیر عرض کنم و امیدوارم که موفق و مؤید باشید. بسیار خوب جناب سوربی، شما سوال بسیار جالبی فرمودید در مورد بهشت بود، درسته؟ بله. بهشت و جهنم. بهشت و جهنم، البته باید ملاحظه کنیم که کی این صحبت به وجود اومده. من فکر میکنم بنابر دوره یا زمان بشر، مظاهر الهی این مطالب را فرمودند. اگر خودمون را از زمان کودکی خودمون را یا کودکی را در نظر بگیریم، نحوه صحبت جناب سوربی با یک کودک فرق میکنه. اگر یک کودک شیطنت بکنه، ما بهش میگیم که اگر این کار را دوباره بکنی، فرض بفرمایید فلان تنبیه خواهی شد. مثلا این روزها پدر مادرها میگن یک هفته شما تلویزیون نخواهید دید یا برنامه مورد علاقتون از شما گرفته خواهد شد. حالا این کودک بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، دیگه ما نمیتونیم بگیم که ما شما را از دیدن تلویزیون محروم میکنیم. این حرف مال اون زمان کودکی بود. بهشت و جهنم هم همین. مثلا فرض بفرمایید در عربستان هوا بسیار گرم و سوزان هست. در اون زمان حضرت محمد تشبیه فرمودن اگر اونچه که من گفتم اطاعت کنید و به عوامل الهی را مراعات کنید، شما میرید بهشت. بهشت کجاست؟ باقی هست، بوستانی هست، جاییست که نمیدونم هوای ملایم خوبی داره، جوبهای عسل هست و و و این هک. این بوده که بهشت را به اون تشبیه فرمودن. و جهنم چون گرم بوده و سوزان بوده، خب جهنم را به آتش تشبیه فرمودن. این برای درک مردم زمانه خودشون بوده. ولی کن در این روزه، اگر من این مطلب رو خدمت شما عرض کنم، شما قبول نخواهید کرد. و بهشت در نظر دیانت بهایی یا از نظر دیانت بهایی
نزدیکی یا دوری از خداست. هرچی انسان نزدیک به خدا باشه اونو ما بهش میگیم بهشت. ملاحظه بفرمایید که اگر شما شخصی رو دوست دارید، فرزند خودتون رو دوست دارید، وقتی از شما دور باشه خب شما دلتنگ میشید، ناراحت میشید. ولی کم وقتی نزدیک باشید به اون کسانی که شما دوست میدارید، خب این شعف و خوشحالی شما به بهشت هم تشبیه میشه. حالا اگر ما از خداوند دور باشیم این جهنمی هست برای ما، و اگر نزدیک باشیم اون یک بهشتیه برای ما. این هست که جهنم و بهشت یک تشبیه جدید داره، نه اون تشبیه‌های قدیم. اون مال زمان کودکی بشر بوده یا سن خیلی جوانی بشر بوده، نه امروز. اگر روشن هست. بسیار ممنونم. شما گفتید که مال اون زمان بوده، ولی خب الان این زمان شما که شخص خوبی هستید، دارید کارهای خوب انجام میدید، امیدتون اینه که برید بهشت، و به اونایی که کار بد انجام میدن میگید که شما میرید جهنم. من میخوام نظر شما امروز به من بگید که فردایی که من فوت شدم از دنیا رفتم که قراره برم جهنم، این جهنم در قعر زمین هست یا چی، یا اون چیزایی که گفتی، یعنی باور امروز شما چیه؟ من در این مورد میخوام یه مقداری بدونم که نظر شما چیه، من برم تحقیق کنم و فکر کنم در موردش. اتفاقا یه مطلب خیلی، این آخرین حرفی که زدید بسیار بسیار متین و جالب بود. شما فرمودید من بعد برم فکر کنم، تعمق کنم. این خیلی خوب هست. ببینید جناب سوربی، زندگی را مادی تصور نفرمایید. ما در رحم این دنیای فیزیکی هستیم و همیشه تمام فکر ما مادی هست، فیزیکی هست. شما یک شخص بسیار شریفی، بسیار خوبی هستید. خب این شخص خوب روحانیات داره. روحانیت چیز دیگه نیست غیر از این که فرض فرمایید شما بخشنده باشید، مهربان باشید، به کسی آزاری نرسونید و و و. تمام این صفات را اگر شخصی داشته باشه میگیم ما این شخص روحانی هست. روحانی چیز دیگه نخواهد بود. و وقتی این صفات را شما دارید مثل این میمونه که شما یه نبردمانی دارید. هر پله این نبردمان را یکی از صفات خوب در نظر بگیرید. خب حالا این نبردمان را میخواید کجا بذارید و کجا تشریف ببرید؟ یادتون باشه که این پله های نبردمان صفاتی است که روح شما کسب کرده، نه جسم شما. جسم ما از خاک اومده و به خاک راجع میشه، بی جای دیگه نمیره. از خاک ما تولید شدیم، درست شدیم و به خاک دوباره راجع میشیم. پس روح ما هست که ترقی میکنه و این صفاتی که کسب میکنه این پله های نبردمون هست. خب حالا این پله های نبردمون ها شما کجا میخواید بذارید؟ کجا هدفتون هست که برید؟ یه جایی باید باشه. اون جایی که شما میخواید تکیه بدید و بالا برید ایمان هست. در صورتی که شما اگر اصلا آدم خوبی هم نباشید، بد باشید، جهنمی به اون صورت وجود نداره. جهنم فیزیکی رو نباید در نظر گرفت. ما همیشه جهنم رو فیزیکی در نظر میگیریم. نه خیر، جهنم فیزیکی، چون فیزیکی ما بدنی نخواهیم داشت. شما فرض بفرمایید الان در آمریکا در واشنگتن هستید، ولی که من شما اینجا در منزل ما با همدیگه نشستیم در این صحبت میکنیم. بدن شما اونجاست ولی که روح شما اینجاست. شما همیشه مسئله روح را در نظر بگیرید. من این مسئله
وقتی ما در رحم مادر بودیم عرض کردم در اون لحظه‌ای که ما در رحم مادر هستیم از این دنیا هیچ خبری نداریم، هیچی نمیدونیم، حتی اعضای بدن ما به چه درد این دنیا میخوره. حالا وقتی در رحم این دنیا حالا اومدیم، درست فرض کنید ما در رحم اونجا رحم مادر بودیم، حالا این رحم دنیای فیزیکی هستیم، حالا اونجا چشم داشتیم، اینجا باید چشم باطنی کسب بکنیم، اونجا دست داشتیم، اینجا باید دست باطنی کسب بکنیم، اونجا گوش داشتیم، اینجا باید گوشهای باطنی یا روحانی کسب بکنیم. این هاست که در اینجا باید کسب بکنیم. اگر اینا رو کسب نکنیم روحن اشکال داریم. حالا روحن اونجا جهنمی وجود نداره، آتشی وجود نداره. وقتی خودمون روحانیات یا اون صفات خوب را کسب نکردیم ضعیفیم، مثل این میمونیم که اگر اومده بودیم این دنیا چشم نداشتیم. خیلی ها میان بدون چشم، خیلی ها میان بدون گوش، اونها زندگی میکنن، ولی کم مقایسه بفرمایید با اون کسی که چشم فیزیکی داره با اون کسی که چشم فیزیکی ندارد. این فرق مسئله هست. امیدوارم که یک کمی روشن شده باشه. بسیار ممنونم از شما آقای جناب صبحی. این نسبی هست. بله بله. ما نمیتونیم دو نفر در دنیا پیدا کنیم که در یک درجه باشن. تمام ما فرق میکنیم، همینطور که جسما ما تماممون با هم فرق میکنیم. شما خودتون ملاحظه، من عکس شما رو دارم ملاحظه میکنم، واقعا شما به قول اینجا هنسومتر از من هستید. خب این نسبت هست. خیلی ممنون آقای مطلبی. دوستان سوال میکنن در رابطه با بهائیان و اینکه آیا این سیستمی که شماها به کار میبرید در به اصطلاح روبرو شدن با اونهایی که به شما ظلم میکنن، اجحاف میکنن و بعضی وقتا حتی جواب نمیدید و اینها، میپرسن از شما که آیا این یه مشکلی شده برای خود بهایا و کلا برای دنیا، یا این یه راه حلی هست که به غیر از اینکه بهایا ازش استفاده کردن و به نتیجه رسیده، این رو به دنیا هم پیشنهاد میکنن که همین روش رو پیش بگیرن با اونهایی که بهشون ظلم میکنن، چیز نکنن. ما میبینیم مثلا به شما میگن بگید ما بهایی نیستیم، شما بیا دانشگاه، ولی طرف میگه من حاضر نیستم دروغ بگم، قید دانشگاه و حتی زندگی خوبشو میزنه و میگه که من دروغ نمیگم. ولی ما میبینیم که ما مسلمان ها خیلی راحت اصلا یادمون دادن که هر جایی که مصلحت باشه دروغ مصلحتی بگیم یا تقیه کنیم و الی آخر. این روی مقداری بیشتر برای من و بینندگان باز کنید لطفا. جان سبی، یه سوال شما صد تا سوال بود. خیلی سوال توپر و طولانی در حصله. اگر من یادم بمونه انشالله به تمام این قسمت ها جواب خوب باشم. همینطور که فرمودید جناب سوربی، ما بهایی ها اعتقاد داریم که در مقابل اذیت و آزار اگر ما عمل به مثل بکنیم ما هیچ فرقی با اونها نداریم، ما میشیم مثل اونها. اگر شما به یک نفر، بله من صحبت نکردم بفرما، اگر ما صدای من می که آها شما پس لطف کنید صدا رو کم کنید وقتی که چیز نیست. اوکی. اگر چنانچه شخصی به ما اذیت و آزاری میرسونه ما هم به عمل مثل بکنیم هیچ فرقی با هم نخواهیم داشت، میشیم مثل اون. و از قدیم گفتم خون را نمیشه با خون شست. امروزه زمانه همینطور که قبلا عرض کردم فرق کرده.
حضرت بهاءالله می‌فرمان که امروز باید در نهایت احترام و مهربانی با دیگران رفتار کنیم. اگر به اون چه که اونها میکنن ما هم بکنیم، ما هیچ فرقی با اونها نداریم. بسیار خوب، تاریخ این مسئله را خیلی روشن کرده. درسته که ما در تضییقات و سختی ها و گرفتاری های هستیم در ایران، ولی کن اثرات اون بسیار بسیار عمیق بوده. اگر اجازه بفرمایید من چند تا آثاری که تهیه کردم از حضرت بهاءالله به این موقعیت و این سوال شما کاملا میخوره، بفرمایید، و اینا رو بخونم بعد یه توضیح بیشتری هم خواهم داد. میفرمایند که از حوادث واقعه در اون صفحات، یعنی در ایران، محزون نگردید، مغموم مشوید، مطمئن به فضل و عنایت رب احدیه باشید که حافظ حقیقی است و جمیع امور در ید قدرت او اسیر. حوادثی که در ایران واقع می شود و یا در تمام جهان آشکار می گردد منتهی به نشر نفحات است. نشر نفحات یعنی تبلیغ دیانت است و اعلاء کلمت الله و پخش شدن کلمات الهیه، زیرا عالم اکوان خادم امر حضرت رحمان است و وقایع سابقه و حوادث ماضیه ملاحظه نمایید و دقت کنید که منتهی به چه شد و چه تأثیری کرد. همین یک قسمت ملاحظه میکنیم که چی میفرمان. میفرمان که اون چه اذیت و آزار و گرفتاری برای ما کردن، اینها تموم شدنیه، این عاقبت نداره، همیشگی نیست. یه نفر اون بالا تماشا میکنه، یه نفر داره نگاه میکنه که چی اتفاق میفته. و به همین خاطر اگر علمای ایران و اون کسانی که موجب آزار و اذیت بهائیان میشن و شدند میدونستن دارن چه میکنن، اصلا به این کارها دست نمیزدن. از زمان انقلاب ایران دیانت بهایی جهانی شد، تمام دنیا پخش شد. کی کرد؟ این دوستان کردن. و بعد حضرت شوقی ربانی میفرمایند که سرسر امتحانات متتابع شدیده را مقاومت نمایید. سرسر یعنی طوفان، طوفان امتحانات متتابعه شدیده را مقاومت نمایید و از حبوب یعنی وزش عواصف یعنی بادهای تند و از حبوب عواصف بلایا و رضایای متوالیه در داخل و خارج پریشان و اندوخگین و مایوس و متزلزل نگردند، به یقین مبین بدانند که در بحبوبه انقلاب و اضطراب و اختشاش و طغیان دول و ملل و قبائل و ملل عظمت امر الله به اسباب غیبیه و وسائل غیر منتظره عجیبه بغتتن جلوه نماید و قهاریت و غلبه روح نازنینش کاملا ثابت و آشکار گردد و وحدت اصلیه و متانت اساس و علو منزلت جامعه پیروانش بر عالمیان مکشوف و مبرهن گردد.
زیرا جمال ابها، یعنی حضرت بهاءالله، زیرا جمال ابها حامی عدل است و ناصر حق، حافظ یاران یاران راستان است و حادم بنیان ظلم و عدوان. پس به سری اینجا می‌فرمایم که خداوند از بالا داره به ما نگاه میکنه و میبینه که چی داره میگذره و میفرمان که ناراحت نباشید، عمل به مصر نکنیم. اگر عمل به مصر بکنیم، همونطور که عرض کردم، همون خواهد شد که اونها، هیچ فرقی نمیکنه. قبلا من عرض کردم تنها راه موفقیت با عشق و محبت است، اینه که میمونه. قبلا عرض کردم اگر شما بخواید شخصی را زیر سلطه خودتون در بیارید، سه طریق یا چهار طریق هست. یکی با مادیات است. تا زمانی که شما به بنده پول خیلی خوبی بدید، بنده مخلص شما هستم جناب سوربی. ولی که روزی که پول شما قطع شد، خدا حافظ. یا اینکه یه اسلحه در دست بگیرید، بگید هر چی من میگم باید عنایت شما انجام بدی. خب ناچارم، اگر نکنم خب زندگیم در خطر هست. یا اینکه عشق و علاقه، محبت، دوستی، این تنها راهی هستش که موندنی هست. ملاحظه کنید در تاریخ چی گذشته و چی میگذره، چه پادشاه‌ها که اومدن و چه پادشاه‌ها که رفتن. اسمی از اونها نیست، رسمی از اونها نیست، ولیکن شخصی به نام حضرت مسیح ظاهر شد، شهیدش کردن، با مظلومیت جون خودش را در راه خدا داد. ببینید که امروزه چی شده، تمام دنیا به نام حضرت مسیح چی ساختن؟ چرچ هایی ساختن. اسم او همه جا هست، تاریخ او همه جا هست. اصلا به طور کلی با در تمام دنیا با تاریخ او ما زندگی میکنیم. این هستش که چی؟ ما باید مظلومیت حضرت مسیح یا حضرت بهاءالله را دنبال کنیم. در غیر این صورت ما موفق نمیشیم. و نصایح حضرت بهاءالله برای بهائیا فقط نیست، برای همه هستش. این روش برای روش همه باشه. من اگر به شما توهین کنم، شما توهین بالاتر خواهید کرد و و و و, و ناچار بشیم چیکار کنیم؟ شما یه اسلحه دست بگیری، منم یک اسلحه، و همدیگر را نابود کنیم. همین طور که همین الان که من شما با هم صحبت میکنیم، این اتفاق در عراق میفته، در سوریه در حال انجام هست. بعد حضرت بهاءالله جل ذکر الاعلی فرمودن که انقریب است که اعلام قدرت الهی را در همه بلاد مرتفع بینی. این پیشگویی فرمودن که اعلام قدرت الهی را، یعنی دیانت بهایی را، به زودی ما در تمام دنیا مرتفع بینی و آثار غلبه و سلطنت او را در جمیع دیار ظاهر مشاهده فرمایی. این چیزی ازشون فرمودن اتفاق خواهد شد. و در روح قنا آمده است، خطاب به حاجی کریم خان کرمانی، انقریب نفوس معترضه که به اهل بها، یعنی بهایی ها، ظلم نموده اند در کمال ندامت مشاهده شوند. و در لوح خطاب به ناصرالدین شاه آمده، البته این بلا را رحمت کبرا از پی و این شداید عظما را رخاه عظیم از عقب. پس این مسئله را صریحا می‌فرمان که این آزار و اذیت و ظلمی که این دوستان میکنن، یه روزی خیلی زود اینها پشیمون میشن و از این کرده خود نادم میشن، ولی کن دیگه خیلی دور هست، خیلی گذشته، این مسئله دیگه تمام شده. پس ما اگر
همون کاری که اونها بکنن که اصلا در حال حاضر که نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. بکنیم حالا که نمی کنیم این بلاها سرمون میاد. اگر بکنیم اصلا نابود خواهیم شد، نیست خواهیم شد. اینه که این سیاست ایجاب میکنه که چکار؟ هیچ عمل به مصر نکنیم، انا هن للهن عشق ببرزیم. حضرت عبدالبها وقتی که در پاریس تشریف داشتن میفرمان در گوشه کتاب خود بنویسید، صبر کنید، جمیع صفوف عالم شکست خورده و میخورند، چند سال صبر و تأمل کنید، نورانیت به حالا آفاق را احاطه می کند. ملاحظه می فرمایید این چیزهایی هستی که حضرت به حالا حضرت عبدالبها هرچی که فرمودن تا به حال انجام شده و اون چیزی که برای آینده هست انجام خواهد شد و فقط برای بهایی ها نیست. ما بهایی ها هم هیچ فرقی با دیگران نداریم. و اگر شما بگید شما میرید نمیدونم وقتی که آدم خوبی نباشید میرید نمیدونم زیر گل یا چی، نه این حرفا نیست. تمام ما با هم دیگه خواهیم بود، منتها درجات هست. همینطور که در این دنیا درجات هست، در دنیای دیگر هم درجات هست. جان سوربی شما مادیات را در نظر بگیرید، جسمانیات را در نظر بگیرید، مادیات را، جمادات را در نظر بگیرید. در جمادات ببینید ما چه چیزهایی داریم. دایمن داریم، نمیدونم طلا داریم، آهن داریم، مس داریم، نقره داریم. ببینید هر کدوم اینها در یک مرحله و یک درجه ای هستن. شما وقتی در بیابون تشریف میبرید چقدر ریگ میبینید، سنگ میبینید. آیا هیچ کدوم از این ریگ و سنگ ها را بر میدارید بذارید تو جیبتون؟ ولیکن اگر شما در بیابانی تشریف ببرید و یک اسکناس 100 دلاری روی زمین افتاده باشه اونا برش میدارید. فرق اون ریگ با اون اسکناس 100 دلاری چیه؟ هر دوتاشون جمادن. یا یک قطعه الماس رو در نظر بگیرید. اگر یک قطعه الماس که مثلا فرض کنید چندین هزار دلار قیمتش هست، با فرقش با اون تیک سنگه چی هست؟ هیچ فرقی با هم ندارن، هر دو در یک گروه هستن. ولیکن الماس کجا و اون سنگ کجا؟ در دنیای نباتی هم ما همین درجات رو داریم، در دنیای حیوانی هم ما این درجات رو داریم و در دنیای انسانی هم ما این درجات رو داریم. هر کدوم از ما فرق میکنه. ولیکن نگران نباشید، شما و هیچ کس به اون جهنم آتشی نخواهد رفت. جهنم اگر که من شما با هم دوستیم، رفیقیم، رفت آمد میکنیم، من یه روز در منزل شما بیام و کاری انجام بدم که مورد قبول شما نباشه، شما شاید هیچ از من ناراحت نشید، بگید اشکال نداره این کار کردی، اشکال نداره. ولی که من خجالت میکشم، دیگه از اون موقع به بعد از شما فراری خواهم بود. این من، این حالت من بهش میگیم جهنم. شما میخوای با من نزدیک باشی، ولی که من خودم رو دور میکنم. این مسئله برای خود من توسط یکی دو تا از دوستان اتفاق افتاد. هرچی من به اون نزدیک اونها نزدیک میشم، اونها از من فرار میکنن، در حالی که واقعا من علاقه دارم به اونها. من فکر میکنم که امیدوارم که جواب مختصری داده باشم. اگر قسمت هایی سوال بازم هست بفرمایید. بسیار ممنونم. پاسخ شما به اونایی که میگن مظلوم اگر به اصطلاح ایستادگی نکنه، پاسخگو نباشه، اون باعث میشه که ظالم ظالمتر بشه، پاسختون به اون قسمت چی هست؟
دوباره سوال ممکنه بفرمایید جناب سوربی؟ من میگن مظلوم هست که باعث میشه ظالم به اصطلاح دوام پیدا کنه، عمرشو ادامه بده به کار زشتی که انجام میده، به خاطر اینکه تحمل میکنه ظلم اونها رو. جناب سوربی، قوانین حساب و کتاب اونجا هست. ببینید، من و شما اگر اشکالی با هم داریم یا شما از من ناراحتی دیدی، شما نمیتونی یا من نمیتونم مستقیما به شما جسارت کنم. قوانین هست، دولتی هست، حکومتی هست. حکومت ایران را امروز در نظر نگیرید شما، که نه قانونی هست، هر روز هر کس صبح زودتر از خواب بلند شد و اصله دست بشود اون حاکم هست، نه این نیست. شما فرض کنید همون آمریکا، اگر کسی به شما تعرضی کرد، شما به پلیس مراجعه میکنید. در دیانت بهایی اجازه مستقیم به تجاوز به کسی نیست، اگر شد عکس العمل دو نفر نیست، ولیکن قانون باید مراعات بشه، عدالت باید مراعات بشه. اگر کسی اجحاف کرد به یکی و فرض بفرمایید پولی با اجحاف و زور گرفت، قانون باید جلوش بگیره. اینجا هستش که انصاف و عدالت باید مراعات بشه. حضرت بهاءالله می‌فرمایند قوانین لازم هست، پلیس لازم هست. ما وقتی در حال حاضر در ایران این ستم حاکم می‌کنن، به دولت، به قدرتمندان، به علما شکایت میکنیم، منتها تأثیری نخواهد داشت، هیچ کار نمیکنن. جناب رضوانی را که در بندر عباس شهید کردن، ما چی کار بوده که نکردیم؟ نه تنها در ایران، در تمام دنیا این صدا را بلند کردیم، و این صدا بلند کردن در واقع اونها کردن، ما نکردیم. این هستش که خب هیچ تأثیری و هیچ عکس العملی اونها نشون نمیدن. ولیکن اگر همین کار در استرالیا و یا در آمریکا انجام شده بود، شما ملاحظه کن قانون چیکار میکرد؟ اینها رو دستگیر میکرد، به جزایشون میرسوند. اینه که در حال حاضر چرا دیانت بهایی در این موارد کاملا باید عدالت اجرا بشه، انصاف رو باید اجرا کرد و شخص من میبخشمش. من وظیفه دارم، اگر شما کار خلافی برای من در مقابل من انجام دادی، من شما را خواهم بخشید، ولی که قانون شما را نخواهد بخشید. قانون شما را مجازات میکنه، چرا دوباره به همون اعمال دست خواهید یافت؟ اینطور نیست؟ بسیار ممنون. بله، خب آقای مطلبی لطف کنید یه مقداری باز برگردیم به همون بهشت و جهنم، و این بار میپرسن که لزوم دین، شما مثلا یه نفر مثل من باور داره اگر دین هم نداشته باشی ولی دروغ نگی، به کسی آزار و اذیت نرسونی، کسی رو نکشی، دزدی نکنی، خب حالا اگه بهشتی هم باشه قراره که اینها برن بهشت. مخصوصا میبینیم که الان بیدینی یا همون ATS توی دنیا رواج پیدا کرده. شما توی صحبتاتون به لزوم دین تأکید میکنید، در این مورد یه مقداری لطف کنید بیشتر توضیح بدید. بسیار خوب جناب سوربی، البته دین زمان ما تأکید میکنیم. قبلا همین چند دقیقه دیگه من عرض کردم، قبلا من خدمت دوستان و شما عرض کردم، زمان کودکی، بچگی، کودکی، جوانی و بلوغ را در نظر بگیرید. لباسی که یک بچه یک ماهه می پوشه دیگه، این لباس به درد سن 12 سالگی و بزرگتری نمیخوره، دائما باید عوض بشه. من متوجه هستم، نه شما، دوستانی که از دین دل خوشی ندارن، شما حق دارید،
شما افراد مارگزیده هستید، از تناب سیاه می ترسید. این هستش که ادیانی که شما میشناسید گرفتاری ایجاد کردن، خودشون به خودشون رحم نمی کنن. حالا میخوای شما به خود به شما و من رحم کنن؟ خودشون به خودشون رحم نمی کنن. اینه که شما میگید اگر دین این هست بیدینی بهتره، همینطور که حضرت بهاءالله فرمودن، می‌فرمان اگر دین باعث جنگ و کشتار و غیر وحدت باشه بیدینی بهتره. شما حق دارید، نه تنها شما، تمام دوستانی که ضد دین هستن اینها ادیانی رو می‌بینن که تاریخش گذشته. شما اگر قضایی که تاریخش گذشته میتونید میل کنید، اگر میل کنید مریض میشید. اگر دارویی که برای شفای درد شما داده دکتر این دارو تاریخش گذشته و نه و چون تاریخش گذشته اگر شما میل بفرمایید چی میشه؟ نه تنها دردتون دوا نمیشه، بلکه بر مریضی و گرفتاری بیشتر میافزاید. تاریخ اون دارو گذشته، تاریخ ادیان گذشته، گذشته، امروز دیگه قابل استفاده نیست. این استش که شما دوست ندارید دین را. ولیکن شما تشریف ببرید به آثار دیانت بهایی، من میتونم خدا را شاهد بگیرم که اون چی که شما فکر میکنید برای امروز شما در دیانت بهایی میبینید. شما چی میخواید از شما فرض کنید جانسوری فردا صبح انتخابتون کنن رئیس یک مملکتی باشید، شما چی میخواید اون چی کار میخواید بکنید، چجوری میخواید اون مملکت رو اداره کنید؟ اون روشی که لازمه امروزه هست برای رهبری مملکت آثار دیانت بهایی است. اینو باید بدون هیچ غرضی، بدون هیچ فکر درست یا نادرستی تحقیق کرد. اگر این داروی حضرت بهاءالله خوب بود، خب به کارش گرفت. اگر خوب نبود، خب به کارش نگرفت. پس دین لازم هست. دین رو همینطور که عرض کردم لباسی در نظر بگیرید. این لباس به مرور زمان که یک شخصی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، لباسش هم باید عوض بشه. ادیانی که شما ملاحظه میکنید این مال حداقلش مال هزار اسلام، مال 1500 سال پیش بود. حالا این دوستان میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که خوبه، هنوز میشه اطاعت کرد؟ کجاش میشه این قوانین را اجرا کرد؟ این قوانین امروز قابل اجرا نیست. دوستانی که میگن که میخوان جلو ما بهایی ها را بگیرن تا افراد از راه از اسلام منحرف نشند و بهایی نشند، اینها میخوان از این طریق خدمت بکنن به اسلام، لازم نیست خدمت از این خدمت بکنن، جلوگیری کنن این جنگ ها، این گرفتاری ها. نمیتونن، دست خودشون نیست. و شما هم جناب سوری حق دارید و افرادی مثل شما هم حق دارید که از دین بری بشید، ولی کن تحقیق بفرمایید راجع به دیانت بهایی. من قول به شما میدم اون چیزی که شما دوست دارید همون هست برای اداره نه تنها یک کشور، اداره تمام کشورهای دنیا. چشم، این کارو میکنیم. خیلی ممنون آقای مطلبی. حدود 18 دقیقه 20 دقیقه وقت داریم، اگر شما خودتون موضوعی رو دارید لطف کنید بگید، یا اگر میخواین تاریخ بهائیت رو بیشتر برای ما توضیح بدید، من هم مثل بینندگان مینشینم پای صحبت شما. بفرمایید.
جناب سوربی، من برنامه های شما را دنبال میکنم و ضمن فرمایشات شما چه با افراد دیگه یا کامنت هایی که میدید من همیشه یادداشت میکنم و خیلی چیزا یادداشت کردم. یکی از سوالاتی که یکی دو مرتبه شما سوال فرمودید، آیا مدارس بهایی را حکومت پهلوی رضا شاه نبست؟ چرا؟ من باید بگویم راستی اگر که رضا شاه درب مدارس بهایی را نبسته بود امروز چی میشد؟ شاید هنوز سلسله پهلوی سر کار بود. ایران برخلاف امروز سرآمد دنیا شده بود. رضا شاه مدارس بهایی را بست، البته با فشار علما. اگر همون روزی که علما فشار می آوردن و دستور می دادن که مدارس بهایی را ببندن، اگر فکرش رسیده بود و دین را از سیاست جدا کرده بود، ما حداقل وضعمون مثل ترکیه بود و به این روز نیفتاده بودیم. در عوضش جناب سوربی، صدها مدارس در دنیا باز شد به اضافه تعدادی دانشگاه. این هستش که فشار این امر را یا این دیانت را نمیتونن جلوش بگیرن. اگر فرض کنید فشار آب از یک جا فوران میکنه، شما با وسیله‌ای جلوی این را بگیرید، از ده جای دیگه این آب فشارش چون زیاد هست چیکار میکنه؟ خواهد اومد. بعضی مواقع این دوستان حرفهایی میزنن، قدرتمندان ایران حرفهایی میزنن یا افراد دیگه در خارج از ایران در این تلویزیون ها حرفهایی میزنن که آدم سرش سوت میکشه، که ما در قرن 21 هستیم و هنوز که هنوز هست مردم سطح فکرشون اینجوری هست و هنوز روشن نشدن. بعضی مواقع هم افرادی که اینها باهایی نیستن کارهایی میکنن یا حرفهایی میزنن که واقعا باعث افتخار ما هست. مهم نیست که اینها باهایی هستن یا اینها باهایی نیستن، باعث افتخار همه بشریت هست. این هستش که بله، ما یعنی بنده بعضی مواقع به سوالات شما، به فرمایشات شما در برنامه‌تون گوش میکنم و بعضی سوالات برام هستش که میتونم جواب بدم. در یکی دیگه از برنامه‌هاتون از گذشته صحبت شده بود یا خودتون نبود، یه دوستی فرمود که گذشته رو باید فراموش کرد. گذشته این نیست که ما گذشته رو فراموش کنیم جناب سوربی. گذشته راهنما، چراغی هست برای آینده ما. ما میریم تحصیلات مختلفه میکنیم، وقتی تحصیل کردیم تحصیلاتمون تموم شد، این گذشت، ولیکن اون چی که آموختیم و اون چی که تعلیم گرفتیم در میدان کار و اجتماع به مرحله ظهور میذاریم. خوبی این موقعیت این هست تجربه بیشتر پیدا میکنیم. ولیکن اگر بخوایم گذشته را فراموش کنیم، میتونیم از اون چیزی که یاد گرفتیم فراموش کنیم؟ خیر، باید از اون گذشته درس بگیریم. اون چیزهایی که ما مرتکب شدیم
اون چیزهایی که در گذشته ما مرتکب شدیم اگر دوباره مرتکب بشیم، خب کارمون خرابه، یه چیزی خرابه یه جا. ملاحظه بفرمایید جان سوربی، سه بار یا چهار بار شما میدونید، من سه بارش مطمئن هستم، چهار بار یا سه بار یا چهار بار علما در سیاست در گذشته دخالت کردن. این آخریش هست این دفعه، و هر دفعه که علما در سیاست دخالت کردن ایران به فلاکت رسید، بیچارگی رسید. چرا مردم ایران درس نگرفتن جناب سوربی؟ چرا ما درس نگرفتیم؟ شما فکر میکنید چرا؟ علتش چیست؟ برای که شاید ما مطالعه نمی کنیم. آیا اگر مردم ایران یک کمی در مورد سیاست مطالعه بکنن، اگر سواد بیشتری داشته فرا می گرفتیم، تربیت اجتماعی بیشتری پیدا می کردیم، رهبرهای بشر دوستانه داشتیم و از افرادی که میخوان کنترل کنن دیگران را برای منافع خودشون، از اونها چی پیروی نمی کردیم؟ به سادگی گول دیگران و حرفاشون نمی خوردیم. این هستش که اگر که یک کمی بیشتر مطالعه می کردیم، چهار بار در همون چاله نمی افتادیم. این هست که دوستان و ما جهت انجام حتی کوچکترین کارها ما احتیاج به تعلیم داریم، اطلاعات داریم. مهم است که اون عمل خیلی ساده یا چی مهم باشه، ما باید اطلاع داشتیم. ها سیاست یک امر بسیار مهم و مشکل و احتیاج به استادی و استادی احتیاج به تحصیل داره. ما در سیاست، ما سیاست دوز و کلک رو ما صحبت نمی کنیم. سیاست اینجا وقتی صحبت می کنیم چجوری اداره بکنیم. یک رئیس یک اداره باید سیاست مدار باشه، چجوری با کارمندها رفتار بکنه، از نظر اقتصادی چجوری عمل بکنه که اون شرکت یا اون اداره پیش بره. در زمانی که انقلاب در ایران شد 35-6 سال پیش، مردم چه اطلاعاتی در مورد سیاست داشتند؟ من میتونم بگم هیچی، صفر بود. ملاحظه بفرمایید جان سوربی، مدت 170 سال است که بهایان به بهایان جسارت میشه، تجاوز میشود، در به در میشوند، تاراج میشوند، کشته میشوند، مانع از تحصیل شده و میشوند، مانع از کار شده و میشوند و و و و و. آیا در این مدت 135 سال، من تاریخ اومدن حکومت اسلامی را کم کردم، تا اون زمان که حکومت اسلامی اومد در حدود 135 سال از تاریخ دیانت بهایی میگذشت، آیا تا اون زمان اسلام چه کرد راجع به دیانت بهایی؟ مردم ایران چه کردن در بورد بهاییان؟ حکومت، گروه های بشر دوست، رهبران مختلف حزبی، استادان دانشگاه، رؤسای ادیان، سیاسیون، معلمین، آزادی خواهان، همه و همه کجا بودن؟ چی نگفتن؟
هیچی نگفتن در صورتی که همه روزه ما در گرفتاری بودیم. در دتی که همگی میدونستن که بهایی ها چیان، به حسن اخلاق و گفتار و کردار و خلوص نیت و خدمت صادقانه به مملکت و به اجتماع و دیگر صفات حسنه، اینها بهایی ها را به این صفات میشناختن. ولیکن هر موقع آزار و اذیت و گرفتاری براشون پیش اومد، هیچ که حرفی نزد، صحبتی نکرد. علتش چی بود؟ راستی چرا اینقدر طول کشید؟ بعد از شهادت بیش از 20,000 نفر از نفوس مقدسه، این نبود مگر ضعف اطلاع جناب سوربی، این نبود مگر ترس از دست دادن مقام که هیچی نگفتن، این نبود مگر وابستگی به قدرت، میترسن قدرتشون از دست بدن، این نبود مگر دنبال ربی، این نبود مگر از ترس از دیگران، این نبود مگر منقطع نبودن از مادیات، این نبود و نیست مگر توجهی، بی توجهی و بی تفاوتی گروه های مختلف، اینها نبود. حالا آثاری از طلوع خورشید حضرت بهاءالله ظاهر شده و نویدی از صبحگاه بهاری جانبخش آزادی مشاهده میشه. از یک طرف نوید به بلوغ رسیدن بسیاری از افراد غیر بهایی، افراد به بلوغ رسیدن و حالا شروع کردن و جانبداری میکنن، متوجه شدن. این هستش که ما ایرانی ها احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به اطلاعات بیشتر داریم. متاسفانه تا گذشته وسائلی نبوده، ولیکن چطور شد که یه عده‌ای موافق شدن با دیانت باهایی و سختی هایی که به باهایی ها وارد میشه اعتراض کردن؟ به خاطر وسائل ارتباط جمعی که ما امروزه در دست داریم و همگی میتونن ببینن و مطالعه بیشتری داشته باشن، ولی که این وسائل در دست عده کمی هست. اکثریت هنوز این وسائل را جناب سوربی در دست ندارن. اگر جناب سوربی شما اجازه بدید، ما در حدود چند دقیقه که فرصت داریم، یک داستان این را من، چون که باعث خسته، اگر شما سوالی ندارید نه خیلی بفرمایید، من میخوام یک داستان کوتاهی را، یکی از افرادی که به نام حاجی محمد تقی، که این شخص بسیار ثروتمند بوده و تمام ثروت خودش را در راه دیانت بابی خرج نموده بود و در قلعه شیخ تبرسی کمک زیاد میکرد و وقتی که قلعه شیخ تبرسی توسط حیله و درنگی که رؤسای قوم قرآن را امضا کرده و گفتن که شما میتونید برگردید و برید به مناظر خودتون و همگی اسلحه‌شون شمشیرهاشون را زمین گذاشتن و بیرون اومدن، ایشون را، نه تنها ایشون، دیگران را شهید و دستگیر و به زندان انداختن و از جمله این جناب حاجی محمد تقی بود. حاک
من دیریز ایشون رو هر روز صبح مینداختش تو حوض آب که در زمستان بود، یخهای روی حوض رو میشکستن و ایشون رو مینداختن در این آب سرد و چند نفری با ترکه و چوب به ایشون میزدن تا آب حوض قرمز میشد از خون ایشون و ایشون رو بیرون می آوردن و در اتاق مینداختن و روز دیگه دوباره همین کار را تکرار میکردن. خانم حاکم از این مسئله رنج میبره و در همون زمان بوده که یک دختر خیلی عزیزی داشتن، این دختر صعود میکنه. وقتی این دختر صعود میکنه، خانم حاکم میگه که تو به خاطر که این پیرمرد و این شخص را اذیت میکنی، خداوند این دختر را از ما گرفت. در صورت این خانم باعث میشه که این حاجی محمد تقی از زندان فرار کنه، یعنی فراریش میده. وقتی که چند نفر این رو از شهر خارج میکنن و میذارنش یه گوشه بیرون از شهر در کنار نهر آبی، ایشون به خواب میره. پس از چند دقیقه در خواب میبینه که حضرت بهاءالله که در بغداد تشریف داشتن، ایشون را دعوت میکنن که بیا به بغداد. عرض میکنه در خواب که نه پایی دارم، همینطور که شما میدونید نه پایی دارم نه پولی. حضرت بهاءالله در خوابش میفرمان که ایمان که داری، پس بیا، نگران چیز دیگه نباش. یک مرتبه با سر صدایی که اطراف بوده از خواب بیدار میشه، میبینه یک گروهی از کرمان به قصد زیارت عتبات مقدسه به کربلا میرن. یک شخصی میاد پیش این آقا، میگه که آقای محمد تقی میگه آقا با من بیا. میگه کجا بیام؟ میگه فقط بیا، به من دستور دادن که تو را دعوت کنم نزد رئیس قبیله، رئیس گروه. دنبال او را میفته و میره. وقتی که به یه چادر خیلی بزرگ و زیبایی میرسه، در چادر را باز میکنن، اشخاص محترمی در چادر نشسته بودن و یک جوان بسیار مقبول و مؤدبی از جا بلند میشه، احترام بسیار زیادی میگذاره و به حاجی میگه که حاجی محمد تقی، من دیشب امام حسین را در خواب دیدم که به من دستور داد که تو را به کربلا برم و فرمودن به بهترین نحو و احترام زیادی شما را به اونجا ببرم و من آماده هستم. جناب حاجی محمد تقی قبول میکنه و اینها با همدیگه حرکت میکنن. وقتی به بغداد میرسن، حاجی محمد تقی میگه که من بیشتر از این نخواهم آمد. اون جوان که رئیس اون گروه بوده میگه که امام حسین به من فرمود که من تو را به کربلا ببرم و تو نمیتونی اینجا پیاده بشی. میگه نه، همون امام حسینی که به خواب تو اومد به خواب من هم آمد، به من فرمود که من به بغداد بروم. تا این حرف را محمد تقی میزنه، این شخص میگه که در واقع امام حسین به من هم فرمود که من تو را تا بغداد بیارم نه کربلا، و معذرت خواهی میکنه و محمد تقی به مشرف میشه به حضور حضرت بهاءالله و سوره صبر به نام یک سوره یا لوحی به نام سوره صبر به نام وی
صادر میشه، نازل میشه. جناب سوربی وقت ما تمام شد. من باید عرض کنم که ضمن تشکر از شما، چون هفته دیگه در مسافرت هستم، همونطور که شما آگاه هستید یه برنامه رو پر کردم و خدمت شما فرستادم که انشالله هفته دیگه محبت بفرمایید و بذارید. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدواریم سفر خوبی داشته باشید. وقتی برگشتید برای ما اگر دوست داشتید داستان سفرتون رو هم بگید. اگر هم که با خانواده هستید خب داستانی نیست و فقط بهتون خوش بگذره و سالم و سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. نه این مسافرت کاری هست نه مسافرت گردش. بله. این هستش که من برای کار میرم. خب موفق باشید هر دو که هستید. متشکرم جناب سوربی، امیدوارم موفق و معید باشید و تمام دوستان در هر نقطه این دنیا که تشریف دارند و خداحافظی میکنم. موفقیتون آرزوی بنده است. مرسی، ممنونم از شما، به امید دیدار شما دو هفته آینده چهارشنبه. امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای عنایت مطلبی بودیم از استرالیا. ویدیوهای ایشون هم روی یوتیوب گذاشته میشه و از صفحه آرشیو میتونید به اونجا برید و برنامه ها رو ببینید. اگر پرسشی هم دارید با ایشون مستقیما از طریق فیسبوک در تماس باشید. اگر مشکل هست براتون یا صفحه فیسبوک ندارید، با شماره تلفن 703 900، بذارید من اصلا براتون این رو بذارم اینجا و خدمتتون نشون بدم. اون دوستانی هم که احتمالا فقط صدای ما رو میشنون، 703 957 6150 و ایمیل info@mardomtv.com. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دوستان هم معرفی کنید تا جمعمون جمع بشه. ما بارها گفتیم تلویزیون مردم از مردم، با مردم و برای مردم. خود شما قاضی هستید و بودید و میبینید که اینجا هر کسی با هر عقیده و مرامی میتونه بیاد صحبت کنه و نظرات خودش رو با شما در میون بذاره و شماها هستید که قضاوت میکنید. باز هم از اینکه با ما بودید ممنون و سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش.